بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام مجدد، همونطور که قبلا اعلام کردم ما یک ساعت کامل آموزش کامل لینکدین داشتیم، ولی خب یک سری نکات ریزی بود که خیلی دوست داشتن بدونن و یک قسمت کار کردیم، قسمت مای نتورک. کامل همه این قسمت مای نتورک رو براتون شرح دادیم، کانکشن ها، کانتاکت ها، فالوینگ و فالوور ها، گروپس و ایونتس و همچنین پیجز، نیوزلتر و هشتگ، تمام اینو قدم به قدم کار کردیم. حتما توصیه می کنم یه نگاه بکنید، کلا 25 دقیقه بیشتر نیست. اما امروز می خوایم در رابطه با سرچ کردن که خیلی سوال داشتن، چطوری یه شرکتی رو، یه کاری رو، یه افرادی رو سرچ کنیم. ببینید این بالا وقتی توی شما میاد میتونید کلمه مورد نظرتونه، حالا به فارسی یا انگلیسی هر چی هست بنویسید و سرچ کنید. اگه دنبال کسی هستید، فرض کنید مثلا من الان دنبال علی احمدیان هستم، احمدیان، خب از دوستان قدیمیمون، همکاران قدیمیمون، وقتی اینو من سرچ میکنم همونطور که میبینید علی احمدیان زیادی وجود داره، خب که اسمشون علی احمدیان وجود داره، ولی وقتی میبینم سکند یا ترد یا ارزم بزرگ شما که چیزایی که هستش، یعنی چی؟ این داره به من یه اشاره میکنه، میگه تو کسانی داری، دوستداری داری، همکارانی داری که با تو در ارتباط هستن و ایشون هم با آنها در ارتباط، پس این میتونه دقیقاً اون شخصی باشه که شما دنبالش هستید. یعنی من میتونم چیکار کنم؟ مطمئن باشم که اینه، یا اگه نه میبینم مثلا از اینجا میتونم بخونم از چیزایی که اطلاعاتی که هست ببینم که کدومشون نزدیکتر میتونه بده. پس من میتونم شو ریزالت رو بزنم، کل ریزالت ها رو، کل نتایج رو چیکار کنم؟ به صورت کاملتر و واضح‌تر اینجا هم ببینم، قول معروف چیه، اطلاعات بیشتری رو اگه خواستم بگیرم. خب اما اینجا من میتونم یه کار دیگه بکنم، حالا من اینو انجام بدم، علی احمدیان مطمئنم ایشون هستن، بعد که کلیک کردم میتونم چیکار کنم؟ ببینید میبینم که آقای فلاح، مجید فلاح، خب یه دونه نوشته میچوال کانکشن و من مطمئن میشم که مجید فلاح، چون با هم دیگه بودیم، مجید و علی احمدیان، و میتونم چیکار کنم؟ کانکت بشم یا نه کلا کلیک کنم ویو پروفایل و پروفایل آقای احمدیان رو نگاه کنم. ارزم آهان، دبیرستان امام صادق، دقیقاً با هم تو دبیرستان امام صادق بودیم، هدایت بودیم، ارزم واسه شما که، و فعالیتاشو ببینم اینکه چیزا هستن. ولی خب آقای احمدیان چون میدونم میشناسم، با هم در ارتباط هستیم، زیاد روی لینکدین کار نمیکنه، همینطوری یه صفحه رو خیلی وقت پیش درست کرده، همینطوری میبینید که تعداد کانکشن زیادی هم نداره. ببینید مسیجش قفله، یعنی چی؟ نمیتونم بهش پیام بدم چون کانکشن ندارم. و اما اگه قسمت مور کلیک کنم، ارزم حضور شما که یک سری چیزایی داره که میتونم چیکار کنم، پیگیری کنم، مثلا فالو، اگه پست چیزی هستش میتونم فالو کنم، چیز خاصی نیستش. خب اطلاعات خاصی، سیو از پی دی اف، یعنی این فایل اطلاعاتشو به صورت پی دی اف برای خودم، اطلاعات زیادی نداره، گلوکای نداره، بس من میتونم چیکار کنم؟ کانکت بزنم و ازش بخوام که کانکت بشه. اما وقتی میخوام کانکت بشم چیکار میکنم؟ میتونم پرسونالایز کنم، یعنی یه پیام خصوصی بدم که فلانی من هستم، از فلان جا نمیدونم، یاد به خاطر صفحه فعال شما، بس حتما اینجا رو پرسونالایز کنم. حتی میتونید فارسی بنویسید، مثلا من الان میتونم بنویسم سلام داداش گلم، چون با هم صمیمی هستیم و میدونم من مثلا چک نمیکنه، چون معمولا لینکدین لیستش آقای احمدیان، سال نو مبارک. بعد از که پیاممو نوشتم چیکار میکنم؟ سندو میزنم که اگر این میشه توی، میره تو پندینگ انتظار، اگر آقای احمدیان میلاشو چک کرد، احیانا فکر نکنم سال یه بارم چک کنه، چیز کنه، حالا چون زیاد اهل این گونه رسانه ها نیست، خوشبختانه، خوشبختانه ها، و میتونه چیکار کنه؟ اکسپت کنه. وقتی اکسپت کنه اینم جزء کانکشن های من، این مای نتورک من اینجا 221 میشه. اگه دیدی شو 221 تو متوجه میشم که ایشون قبول کرده ان شاء الله. خب پس حالا سرچ، پس اینجا میتونید این گونه سرچ کنید بر اساس افرادی که میخواهید. اما در مورد کارمارینا میخواهید سرچ کنید یا ارزم بزرگ شما که چیزای مختلفی که هست، مثلا من دنبال یه کاری هستم به اسم ریکروتر، میبینم مثلا جایی که هستش که، میبینید همین که میزنم دیکشنری مختلف ریکروتر، ریکروتینگ، هر کدوم حتی میاد انتخاب میکنم، میبینم کدوم بهتره، حتی میاد به صورت گروپ، اینا حالا ریکروتر رو میزنم. حالا ببینیم اینجا رو دقت کنید، خوب دقت کنید، وقتی شما کلمه ای رو سرچ کردید، صفحه اولی که باز میشه یک چیزهای اول یه سه نفر از پیپل رو نشون میده. شما میتونید سی اول پیپل بزنید که توشون کلمه چیه؟ ریکروتر. میبینید ریکروتر، ریکروتر، یعنی داخل اینجا ریکروتر داره میده کرده. بعد میایید پایین تر، خب از جابز، کارهایی که توش کلمه ریکروتر هست، بعد کمپانی، شرکت هایی که توش ریکروتر هست، و همینطوری پستا. خب اما میتونید همین کار از بالا انجام بدید، بگید که من فقط دنبال پیپل، افرادم. خب بعد میری چیکار میکنه؟ کل افرادی که، خوب دقت کنید، توشون کلمه ریکروتر هست، یعنی اینا افرادی هستند که توی لینکدینشون کلمه ریکروتر هست و پیدا میکنه، محدودش میکنه. بعد میتونی این پیپل که سرچ کردی، میتونی پیپل نگاه کن، فلش بزنم، میتونم بگم جابز، فقط دنبال کار، فقط اون جایی که اپلای، دنبال کار هستم که توش کلمه ریکروتر باشه و اپلای کنم. میبینید بایلینگوال ریکروتر، یا همینجا میبینید کمپس ریکروتر، هر کدوم خواستم کلیک میکنم و اپلای میکنم، کارو میخونم، حالا خواستم انگار که به ایندید نواز شدم. پس اینجا میتونید بر اساس جابز، میتونید بر اساس پست، پست هایی که دوستان فرستادن، اینور اونور فرستادن و توش کلمه ریکروتر هست، اطلاعات به قول معروف حالا هرچ که هستش، و بیایید لایک کنید، کامنت بذارید، فلان اینها. و یا میتونید چیکار کنید؟ بر اساس کمپانیز، بر اساس شرکت ها، بگید شرکت هایی که توش کلمه ریکروتر هست و بیایید فرض کنید فالو کنید. خب این کلمه ریکروتر رو بزنم و مثلا فالو کنم، و یا بر اساس
پروداکتس، محصولاتی که توش کلمه ریکروتر هست، میبینید؟ و همینطور میتونید بر اساس گروپ، گروه هایی که توش کلمه ریکروتر هست، اگر عضو جوین بشید، وصل بشید به گروه هایی که توش کلمه ریکروتر هست در رابطه با شغلایی که مثلا فرض کنید فکر میکنید به درتون میشه، مثلا من اینو جوین میشم و از این دفعه اونا پندینگ میشه. این گروه اگه من قبول کردن، منم چون گفتیم هر گروه میتونه یه ادمین داشته باشه، کنترل کنه فقط دوستای خودشونو یا افرادی که واقعا به دردشون میخوره. خب اینم از گروه ها. و یا سرویس، خدمات، یه سری به قول معروف سایت هایی هستن، کسایی هستن که یک سری خدمات توش یا استفاده شده یه کلمه و کانکت میشن. و میریم قسمت ایونتس، رویدادها و برنامه ها، وبینارها، مراسم هایی که وجود داره و میتونیم ازشون اطلاعات پیدا کنیم در رابطه با ریکروتر. یعنی ورکشاپی هست، نمیدونم برنامه ای هست، هایرینگی هست، نمیدونم کنفرانسی هست، هر چی هست، میتونیم چیکار کنیم در مورد این ایونت ها استفاده کنیم. و قسمت بعدی خیلی جالبه، کورسیز، که یه درس کامل خواهیم داشت که در رابطه با چطوری از کورس های رایگان استفاده کنیم و حرفه ای مثل لینکدین اینا رایگان، چطوری از کدوم شرکت ها بتونیم رایگان، چون اینا همشون پولی ان. خب که این کورس هایی که در توش کلمه ریکروتر هست بریم و چیکار کنیم، عضو بشیم. مثلا لرنینگ این ریکروتر میبینم خوبه، تالنت سورسینگ مثلا، هر کد در رابطه با اینا میخوام مدرکشو بگیرم، میتونم چیکار کنم؟ اینو کلیک کنم یا سیو کنم توی لینکدینم باشه، یا اصلا از همینجا کلیک کنم و برم چیکار کنم؟ کورسشو اینجا بگذرونم. میبینید همین الان وضع شدم و میتونم کورسشو بعد از اینکه اینجا گذروندم، چون من عضو هستم از طریق جورج بران، دانشکده جورج بران، به شما میگم که از طریق کتابخونه اینا میتونید به صورت رایگان، اونایی که توی کانادا و آمریکا هستن، میتونن چیکار کنم؟ به صورت رایگان استفاده کنم، و یا یک سری شرکت های دیگه که به صورت رایگان. و اینها چیکار میشه؟ بعد از اینکه خوب دقت کنید گرفتید، اینجا توی قسمت هوم، من اگر بیام میبینید اینجا توی لایسنس ها، میبینید اینا رو من همه رو از لینکدین گرفتم، میاد سرتیفیکیت و لایسنس و به شما اعتبار میبخشه که شما مثلا این کورس رو گذروندید. خب برمیگردم به همونجا، اینم از کورس ها. و قسمت آخر اسکولز، دانشگاه ها، مدارس، میتونید چیکار کنید؟ سرچ کنید اونهایی که با این کلمه ریکروتینگ هستن. بس دیدید. و حالا اگر اول فیلترز رو بزنم میتونم چیکار کنم اینجا؟ الان نه، به خاطر اینکه من چی اول باید بزنم، وقتی اول بزنم این فعال میشه. خب خب حالا بس اینجا دونستید که میتونید بر اساس افراد، جاب و کمپانی، خب کلیک کنید. بس من بر اساس افراد کلیک کنم، فقط افراد، بعد بر اساس گفتم افراد، حالا کلیک کردم، خود این چند تا فیلتر داره، یعنی فقط میگم که من دنبال یه افرادی هستم که توش کلمه ریکروتر باشه. بعد میگم که افرادی رو میخوام که خوب دقت کنید فرست کانکشن من باشن، یعنی توی لینکدین خود من باشن. ببینید اینو یه بار دیگه کلیک میکنم و شو ریزالت رو میزنم. خب یعنی اینها کلمه ریکروتر دارن و تو کانکشن من هستن، یعنی جزء نتورک من هستن. نه، میبینم خیلی کم شدن، میگم که سکندم انتخاب کن، دوباره یه بار دیگه کلیک میکنم و شو ریزالت رو میزنم که تعدادشون بیشتر بشه. میبینید و اینجا میگه که پیام میده، میگه که اگه میخوای مثلا امکانات بیشتری رو ببینی، اطلاعات بیشتر، میتونی پرمیومشو بگیری، میتونی یه ماه بگیری، حالا رایگان، خوشت اومد ادامه بدی و باهاشون کانکت بشن. بس اینا افرادن. بس وقتی شما افرادم انتخاب میکنید، خود این فیلترها چیه محدودتر میشه. و حتی میتونم لوکیشن پیدا کنم، بگم که من فقط کسایی رو میخوام که توی کانادا باشن. بعد دوباره یه بار دیگه میزنیم، متاسفانه این نمیدونم چطوری همیشه بعد دوباره بزنید، و شو ریزالت رو میزنیم. شو ریزالت رو میزنم، اینا فقط کسایی ان که فرست و سکند کانکشن من هستن، فردم هستن، ریکروتر هم دارن و تو کانادا. و کارنت کمپانی میگم فقط کسایی رو پیدا کن که توی این کانادا، مثلا توی تی دی باشن. خب یه بار دیگه میزنم، احتمالاً کسی نباشه، حالا نمیدونم، شاید هم هستن. خب من میتونم فالو کنم یا کانکت بشم. بس هی اینا رو میتونید محدود کنید. و اما این اول فیلتر، وقتی اول فیلتر رو بزنید، تمام این فیلترها میتونید چیکار کنید اینجا دقیق‌تر، اد کانکشن بزنید، نمیدونم اد کریئتر بزنید، نمیدونم، میبینید تاک اباوت در مورد فلان چیز صحبت کنن. خب میتونید خیلی خیلی چیکار کنید، محدودتر کنید. مثلا بگید که من دوست دارم تو این مدرسه ام باشن، تو این دانشگاه ام باشن، سنکا ام باشن، فلان باشن، اینداستری، یعنی هی محدودش کنید. بس میتونید توی اول فیلتر این کارو انجام بدید. بعد شو ریزالت رو بذارید، یعنی اگر مثلا انگلیسی رو بذارید، یعنی پروفایلشون فقط انگلیسی باشه یا چاینیز باشه، بعد چیکار میکنید؟ حتما شو ریزالت رو بذارید که فقط محدود کنه به کسایی که انگلیسی هستن. حالا بس این اول فیلتر هم دیدید. حالا دیدید که اطلاعاتتون رو گرفتید، ارتباط رو برقرار کردید، میتونید ریسیت کنید. ریسیت کنید چیکار میکنه؟ برمیگرده به حالت عادی. حالا میاد میگید که نه، این دارم دنبال جاب هستم، شغلایی هستم که توش کلمه ریکروتر باشه. حالا میبینید شغل هایی که پیدا کرد، اینا یاد دادیم دیگه چطوری شغل ها رو پیدا کرد. حالا میتونید این شغل ها رو محدود کنید، میگی شغل هایی رو پیدا کن که برای مثلا برای 24 ساعت گذشته باشه، یعنی جدیدا. یه بار دیگه کلیک میکنم و شو ریزالت رو حتما میزنم. خب یعنی بهش گفتم شغلایی رو که توش کلمه ریکروتر هست ولی مال 24 ساعت گذشته، نه مال یه ماه پیش، نه مال یه هفته پیش، که دقیقاً چیکار کنم؟ کلیک کنم و استفاده، مثلا این ببینم آها این خیلی خوبه، لابلاس داره انتخاب میکنه و اپلای کنم. بس خوب دقت کنید، وقتی جابم میزنید اینجا چیکار میکنه؟ سرچاتون محدود میشه.
و یا میتونید بر اساس اکسپریانس بیاید بگید که مثلا اینجا توش کلمه چی باشه، اکزیکیوتیو باشه، خب اجرایی باشه یا اینترنشیپ باشه، برای اینترنشیپ میخوام مثلا برای دوره اینترنشیپ، یه بار دیگه میزنم و شو ریزالت میگه فقط 25 تا داره و اینو نشون میده و خب یعنی کاری پیدا کردم که برای اینترنشیپ. اینترنشیپ هم که میدونید یعنی برای دوره کارآموزی استخدام میکنن، حالا یا پول میدن یا رایگان برای دوره کارآموزی و اینو استخدام میکنن. خب و یا شرکت میتونی محدودش کنی، بگی که مثلا ارزم حضور شما که فقط تو این شرکت رو میخوام، یه شرکت خاص، چون 25 تا رو پیدا کرده بود، مثلا میتونی بگی همون لاپلاس رو میخوام، یه بار دیگه باید کلیک کنی متاسفانه و شو وان ریزالت و یک ریزالت هست و اپلای میکنم، بس هی میتونید محدود کنید. ولی الان دیگه به قول معروف من چون اینو چیز نمی کنم دوباره میزنم برای اینکه میخوام بقیه کارا رو انجام بدم. خب جاب تایپ، خب میگم که فول تایم میخوام، یه کاری رو میخوام که فقط چیه فول تایم باشه، 25 تاشم فول تایم خوشبختانه. بعد آن سایت یا ریموت که توی دفتر کار کنم یا از راه دور، میگم فقط کارهایی رو میخوام که چیه ریموت باشه، دنباله هیچی اصلا دیگه بیخودی برای چی بزنم، ریموت نیست. حالا بذار ببینم هایبرید چطوره، یعنی هم دفتر باشه و هم آنلاین. دو یه دونه ریزالت، خب یه دونه ریزالت که یه مقدارش توی دفتر یه مقدارش رو مثلا، یعنی دو حالت هست آنلاینه. و کامپانی هم که گفتیم میتونید به ارزم حضور شما که الان و اینهایی که من محدودش کردم، یعنی اینترنشیپ داشته باشه، فول تایم باشه، هیبرید باشه، ببینید فقط دوتا کامپانی هستن که اینو دارن. خب اگر خوشم میاد دیگه هر کدوم دو تا کار بیشتر نیست و اپلای میکنم. و اما اول فیلتر هم که دوباره گفتیم میتونیم همینایی که گفتیم دوباره یک سری محدود کنیم و شو ریزالتو بزنیم و هر وقتم خواستیم ریسیت میکنیم. بس نکته که میخواستم بگم، نمیخوام دیگه چیز کنم، که اینجا وقتی شما یه چیز رو سرچ میکنید اینجا دقت کنید که اول همه چیزها رو سرچ میکنه، پیپل فقط افراد، جابز، پست اینا هر کدوم. مثلا الان مثلا بس کنید من الان دنبال کورسم، خب خوب دقت کنید محدودش کرد، یعنی چی؟ یعنی الان من کورسایی که میگردم دنبالش، لولش میتونم بگم که بیگینر مبتدی باشه، اینترمدیت، ادوانس، میگم نه دنبال کورسای ادوانس، یه بار دیگه میزنم روش ادوانس، اصلا هیچ ادوانسی وجود نداره، میبینید ادوانس وجود نداره، شو ریزالت رو بزنم هیچ ادوانسی وجود نداره، میام چیکار میکنم، میگم که اینترمدیتش کن، خب میام ادوانسش هم برمیدارم، اینا دیگه بیگینر نیستن، ادوانس هم نیستن، اینترمدیتن و متوسطن، میتونم شرکت کنم. و تایم تو کامپلیت یعنی زمانشون، میگم که کورسایی رو پیدا کن که حداقل 3 ساعت باشه، طولانی باشه، میخوام چیکار، یه دقیقه بندی کنم یا نه کجا هر چی هست، مثلا میگم 3 ساعته میخوام، یه بار دیگه میام اینجا و 3 ساعتو میزنم، میبینم که نداره، یه مقدار محدودش میکنم به 2 ساعت، اینام که یعنی محدودش کردم به 1 2 ساعت، حداقل 1 2 ساعت باشه و اینترمدیت. دوباره اول فیلتر هم که باز گزینه‌های زیادی هستش که میتونید استفاده کنید، مثلا میتونید بیاید بگید که در رابطه با فقط جاب سرچینگ و ریکروتینگ فقط این دو تا رو داشته باشه، شو ریزالت و محدودش میکنه، بس همه اینها هستش. حالا میتونم برم دوباره توی قسمت اسکولز، دوباره فیلترهای خودش میاد، ارزم حضور شما که کمپانی همینطور فیلترهای خودش میاد، مکان و فلان اینها. امیدوارم که این قسمت هم مورد استفاده قرار گرفته باشه. اما یه نکته، شما میتونید ارزم حضور شما که تمام اینها رو رها کنید، یه کار دیگه بکنید، توی سرچ می نویسم ریکروتر، یه فاصله، خوب دقت کنید، بعد از بولین ها استفاده. بولین ها چی هستن؟ بولین ها کلماتی مانند اند، اور و نات، یعنی شامل این باشه، نباشه، این یا این. خب با کپیتال لترز، حروف بزرگ، اند رو میزنم، یه فاصله، بعد می نویسم مثلا وان، حالا سیتی هم نظرم خوبه ولی خب میذارم وان سیتی، شهر وان. خب یعنی چی؟ بهش دارم میگم که برای من پیدا کن، خوب دقت کن، کسی که ریکروتر باشه ولی توی این شهر باشه، یعنی شهر وان. میبینید همه رو محدود کرد، یعنی فقط اینها رو برای من چیکار کرد، یعنی همین رو چیکار کرد، محدودترش هم کرد بر اساس چیزی که هستم و من سریعتر بهش پیدا میکنم. دوباره یا مثلا میتونم بگم که نات NOT، یعنی توش نباشه. فرض کنید الان بین اینها من ارزم حضور شما که میبینم HR admin، خب میگم که توش HR admin نباشه، HR توش نباشه و see results. خب میبینید اونو برداشت، یعنی کسی که HR داره رو نمیخوام. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی من بهش گفتم که کلمه ریکروتر داشته باشه، یعنی تو صفحش ریکروتر داشته باشه و توی وان باشه، کلمه ریکروتر و وان باشه. شو اول ریزالت هم میتونم بزنم، حتی اینجا میبینید پایین پستام هست، یعنی پستایی هم که پیدا کرده توش کلمه وان هست، میبینید وان و ارزم حضور شما که ریکروتر و افرادی که الان میخواد معرفی کنه، میبینید حتی افرادی که میخواد معرفی کنه وان هستش و توش ریکروتر هم داخل صفحه شون هستش و میتونم چیکار کنم، بهشون پیام بدم اینها. باز دوباره همینا رو میتونم از همینجا هم دوباره محدودترش کنم و یا میتونید از هشتک استفاده کنید، یعنی بگم ریکروتر پیدا کنه و علامت چیه؟ هشتکی گفتم و توش حتما چی باشه؟ پشت سر این مینویسید جاب دیولوپر و اینتر میزنم.
خب چی بهش گفتم؟ بهش گفتم که کلمه ریکروتر پیدا کن و جاب دیولپر. ریکروتر میبینید، ریکروتر و جاب میبینید، جاب دیولپر اینجا میبینید، ریکروتر و جاب دیولپر. دوباره اینجا من جاب دیولپر و کلمه یه چیه ریکروتر هم حالا داخل صفحش هستش 100%. و شو ریزالت رو بزنم، افراد زیادی رو میتونم چیکار کنم، نشون بدم و ببینم آها دقیقا این ریکروتر بر اساس چیزی که هستش، برم صفحش و پروفایلش رو نگاه کنم، خوشم اومد، ببینم کانکشنش خوبه، نمیدونم اطلاعاتش خوبه، به دردم میخوره، میتونم چیه کانکت بشم. بس این هم از سرچ. بس توی سرچ شما میتونید چیکار کنید، کلمتون رو سرچ کنید، هر کلمه ای که هستید مثل جاب دیولپر یا هر چی که دنبالش هستید، درسی، کورسی، هر چی هستش، سرچ کنید. بعد از اینجا محدودش کنید به شغل یا پیپل یا کمپانی بر اساس اینها و همه اونها رو هم چیکار کنید، پیدا کردید، شروع کنید این محدود کردن، چون کامبینیشن چیزاشو میاد. و یا از همون بالا از طریق هشتگ و مستقیما کلمه بعدی، مثلا میتونم بنویسم ایران، فارسی بنویسم ایران، خب بگم که کسانی باشن که توش کلمه ایران میبینید، ایران، ایرانی هستن، ایران، ایران میبینید، ایرانی رو به انگلیسی هم پیدا کرد، احتمالاً توش فارسی هم هستش، میبینید که توش کلمه جاب دیولپر هم هستش، حالا توش جاب و کلمه دیولپر میتونه جداگونه باشه و پیدا کنم. خب و یا از کلمه چیه، کپیتال اند یا اور و یا نات هم میتونید استفاده کنید، اینو داشته باشه یا اینم باشه، نات اینو نداشته باشه. اینم طریقه سرچ کردن در این قسمت که میتونید از فیلترهایی که گفتم استفاده کنید یا هشتگ ها و علامت و چیزهای مختلفی که میتونید استفاده کنید. حالا دقت کنید، من یه دونه سرچ میزنم، مثلا میگم که همون ریکروتر، بعد یه دونه اند، بعد یه دونه سیلز، بعد یه دونه اند دوباره کپیتال لترز و هایرینگ. خب این یعنی چی؟ یعنی دارم میگم که ریکروتر باشه، توش کلمه سیلز هم باشه، هایرینگ هم باشه. ولی اگر من میخوام اینا رو اسپسیفیک کنم، یعنی دقیق دنبال این کلمه باشه، میتونم چیکار کنم؟ بگم که کوتیشن مارک. وقتی یه کلمه ای رو داخل کوتیشن مارک قرار میدید، یعنی دقیقاً کلمه ریکروتر. یعنی من ریکروتمنت رو نمیخوام. خب یعنی فقط کلمه ریکروتر توش باشه. وقتی سیلز رو میذارم، خب اگه داخل کوتیشن مارک بذارم، خوب دقت کنید، یعنی هر وقت کوتیشن مارک علامت نقل قول بین دو کلمه بدون فاصله ها حواستون باشه میذارید، یعنی میگید که این کلمه، این فرق داره با سیل. یعنی اگر من بذارم سیل با سیلز، معذرت میخوام اینجا رو من پاک باید میکردم، فرق است بین سیل و سیلز. وقتی سیلز میذارم یعنی دقیقا توش کلمه سیلز جمع باشه، این فاصله. خب اند و هایرینگ همینطور، اگر وقتی من کوتیشن مارک هایرینگ رو میذارم، یعنی چی؟ یعنی که کلمه هایر نمیخوام، حتما توش کلمه هایرینگ باشه، یعنی اسپسیفیک میکنم. بس اونایی که میخوام بدونن که کوتیشن مارک تو جستجو یعنی چی، نقل قول یعنی چی، یعنی دقیقا خود این کلمه تو اون صفحه باشه. خب حالا حتی میتونم اینجا من چیکار کنم، از پرانتزا استفاده کنم، میگم که پیدا کن یه کسی که ریکروتر باشه و همچنین تو کار سیلز باشه، پرانتزو میبندم، و همچنین چیکار کنه، کلمه هایرینگ داشته باشه. بس شما میتونید از پرانتز ها هم چیکار کنید، استفاده کنید. بعد اینتر میزنم و این سرچ رو پیدا میکنم. خب اینجا چیکار کرد برای من؟ هایرینگ میبینید اینجا هایرینگ داره، ارزم با ریکروتر داره، درست ریکروتمنت هم هست، ولی من گفتم من این کلمه توش حتما باشه، یعنی سرچ هم اینه، ببینید ریکروتر باشه و هایرینگ. و همچنین سیلز که احتمال الان کلیک کنم داخل صفحهش میبینیم، الان کلیک میکنم اینجا نگاه کنید، سیلز داره، ریکروتر داره و احتمال اینم هایرینگ، میبینید داخل اینجا همینطور. خوب دقت کنید، من الان همینو کلیک کنم، میبینید اینجا الان کلمه سیلز رو من ندیدم، ولی وقتی وارد صفحهش بشم، خب حالا میخوام ببینم که واقعا چطوریه که توش و الان هایرینگ رو میبینم ولی ریکروتر رو سیلز رو نمیبینم. 100% هست، باید بیام پایین. خب و برای اینکه ساده تر برم، کنترل اف میزنم. وقتی کنترل اف میزنم، سیلز رو مینویسم، سیلز. همین که سیلز رو میزنم، میبینم که توی پیام هاش یا توی قسمت های قسمت ادویکیشنش، حالا توی قسمت اکتیویتیز اکسپریانسش کلمه سیلز اومده و همینطور 100% هایرینگ. وقتی هایرینگ هم بزنم همینطور، ببینید هایرینگ هم توی قسمت اکسپریانسش اومده. پس خوب دقت کنید، وقتی شما سرچ میکنید یعنی محدود میکنید، میتونید از کلمه پرانتز بین یعنی و اند، حالا هر چی که هستش، این و این، و همچنین از کوتیشن مارک. کوتیشن مارک چیکار میکنه؟ دقت رو میبره بالا. یعنی مثلا فرض کنید، مثلا من الان ببین بگم دیجیتال مارکتینگ، مارکتینگ، خوب دقت کنید چه اتفاقی میفته. وقتی من سرچ میکنم دیجیتال مارکتینگ، خب این کلمه دیجیتال مارکتینگ رو پیدا میکنه، احتمال داره یه جایی باشه که ببینید اینجا مثل اینجا مارکتینگ داره، بعد یه جای دیگه دیجیتال داره. خب یعنی پشت سر هم نیستن. خب اینجا نگاه کنید، الان آقای بشیاش دیجیتال، کلمه دیجیتال اومده ولی مارکتینگش پایین اومده، ببینید مارکتینگ. اما وقتی من میام اینو سرچ میکنم، بین کوتیشن مارک قرار میدم، خوب دقت کنید، و اینتر میزنم، یعنی چی؟ دارم بهش میگم دقیقاً برای من کسانی رو پیدا کن که دیجیتال و مارکتینگ پشت سر هم، نگاه کنید دقیقاً این کلمه دیجیتال مارکتینگ
دیجیتال مارکتینگ. دیجیتال مارکتینگ یعنی دقیقا این دوتا کلمه یا این کلمه خاص و حروف بزرگ حروف کوچیک محدودش میکنم. بس کوتیشن مارک یادتون باشه دقیقا میگی که اسپسیفیک دقیقا این کلمه باشه، با کلمه بزرگ باشه کوچیک باشه چیزایی که وجود داره. من برم بگم مرعشی یادتون میاد مرعشی، خب چیکار میکنه؟ مرعشی هایی رو پیدا میکنه که آخرشون چی داره؟ آی داره. ببینید مرعشی مرعشی، اگر خوب دقت کنید من دقیقاً دنبال مرعشی هستم که دوتا ای داره، با ای دوتا ای نوشته شده، داخل کوتیشن مارک قرار میدم، میگم که من فقط مرعشی هایی رو میخوام که با دوتا ای نوشته میشه، یعنی دیکتشون مرعشی. ببینید محدود کرد به مرعشی هایی که فقط دوتا ای دارن. بس این توی اسپلینگ و دیکته و کلمه و مخصوص کردن اسپسیفیک کردن کلمه خیلی مهمه که داخل کوتیشن مارک. بس شما بولین هایی که یاد گرفتید اند بودن، کپیتال حتما یادتون باشه، اور بودش، بعد نات یعنی نیستش، یعنی این کلمه نباشه. این نات کجا استفاده میشه؟ مثلا شما میبینید دارید هی سرچ میکنید همش توش کلمه آمازون میاد، amazon.com، میگید که بابا تو چیزایی رو پیدا کن که آمازون نباشه، یا مثلا توش نمیدونم هایرینگ نباشه، یه چیزی که یعنی میبینید همش داره سرچتون رو خراب میکنه، میگید که این توش نباشه، نات مثلا کانادا، نات ایران، توی تو کلمه ایران توش نباشه، کانادا. بس یه چیزی رو میتونید چیکار کنید؟ بعد دیگه از پرانتز استفاده کنید، یعنی این و این مجموعه و فلان، و همچنین مهمتر از همه کوتیشن مارک که اسپسیفیک میکنه و دقیق گشتن کلمه که خواستش، هشتگ. اینا چیزایی بود که زیادن گفت. این بولین ها رو حتما، بولینز، بولین اپریتر، حتما این بولین اپریتر ها رو خوب دقت کنید، برید یه سری ویدیو نگاه کنید در مورد سرچ، توی سایت خودم هم هست به عنوان استراتژی های جستجو و ارزم کامل کار کردم، فیلم های زیادی کار کردم، هرچند قدیمیه ولی خیلی عالی، که چطوری فایل پی دی اف پیدا کنید، مقاله پیدا کنید، کسایی رو پیدا کنید. این بولین ها رو زیادن، اینا فقط این سه چهار تا نیستن، اینا توی لینکدین ان که این سه تا رو مثلا من گفتم حالا میتونید زیاد استفاده کنید. قدیمی هست فیلم های آموزش من، این فیلم هایی که من خود نزدیک 25 سال من توی این کارم آموزش فیلم های قدیمی دارم. شاید قدیمی ترین آموزش و اولین آموزش در رابطه با جستجو میتونم ادعا کنم که مال 20 سال پیش، اینا شاید بیشتر، فیلم های آموزشی من بود، و میتونم بگم همین الانش هم یکی از کامل ترین آموزش هاست که اگر با اینکه قدیمیه، به خصوص این بحث استراتژی های جستجو، میبینید استراتژی های جستجو یکی هم چی داریم؟ جستجو در داخل کامپیوتر اینترنت، اینا دو قسمتی، یکی این استراتژی های جستجو برای اساتید دانشجوان، چه اسایی که دنبال کارهای تحقیقاتی هستن، انواع سایت ها معرفی شده، و اگر خدا عمری بده حوصله داشته باشم اینو خب محدودترش میکنم، کوچیکترش میکنم و یه سایت جدید، یه فیلم جدید میسازم، اما هستش اگر کسی خواست میتونه با سرعت بالا اینا رو بشینه نگاه کنه. به هر حال امیدوارم این بحث بسیار مهم جستجو کردن، سرچ کردن، مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، مفید واقع بشه. انشالله برای دوره بعدی یه بحث خیلی متفاوت، شاید جایی نتونید پیدا کنید، در رابطه با لرنینگ، چون خیلی‌ها پرسیدن که چطوری ما میتونیم، همینجایی که میبینید قسمت لایسنس و سرتیفیکیت، چطوری میتونیم ما سرتیفیکیت های رایگان بگیریم از لینکدین و جاهای دیگه، چون اینا پولیان توی لینکدین و جاهای دیگه اینها، ولی من ده ها مؤسسه رایگان که این سرتیفیکیت رو و چطوری از طریق کتابخونه دانشگاه میتونید به صورت رایگان بگیرید یا حتی پولی، چون میتونید اصلا مدارک مطابق، مهمتر خوندنشینه. پس دوره آموزش بعدی رو حتما دنبال کنید در رابطه با لرنینگ، که چطوری میتونید برید درس بخونید، مطالعه کنید و مدارکتون رو بذارید توی لینکدینتون یا یه جایی ارائه بدید که کیفیت کار شما رو ببره بالا. امیدوارم که این دوره مورد استفاده قرار گرفته باشه و مفید واقع بشه. التماس دعا، قربان شما، خداحافظ.